به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت تمام دخترای عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. خب همونطور که جلسه قبلی با هم دیگه صحبت کردیم و ادامه مباحث رو میخواییم با هم بریم، ما جلسه قبل فصل یک رو برای شما کاملا صحبت کردیم و شما عزیزان عنایت و توجه ویژه‌ای به این مطلب داشتید. اما میریم سراغ فصل دوم، حالا ببینیم که چه سوالی رو اینجا مطرح شده بود تا ما خدمتتون درسش رو شروع کنیم. خدمت شما عزیزان بگم که توی این قسمت برای شما سوال داده شدی که گزینه‌های مربوط به هم رو با خطی به دیگر، یعنی سوالی بود که توی نهایی 96 برای شما اومده بود. سوال داده که عمیق‌ترین گودال اقیانوس جهان و یا از مهمترین مناطق صید ماهی جهان رو نام ببرید. خب دختر قشنگم، شما یادتونه که ما وقتی داشتیم محیط یا چهره زمین رو برای شما صحبت می‌کردیم، اومدیم گفتیم که ما توی قسمت اقیانوس آرام یه منطقه‌ای داریم که عمیق‌ترین گودال رو درون خودش جا داده، به عمق حدود 11000 پا هستش که عمیق‌ترین جایی که داریم ما میشه دقیقاً گودال ماریانا، که میتونیم با خط این رو به هم دیگه چیکار کنیم، متصل کنیم. اما از مهمترین مناطق صید ماهی جهان به عبارتی میتونیم، البته این رو من توی صفحات بعدی براتون حتما توضیح میدم که شما بدونید کجا میشه، از مهمترین مناطق صید ماهی جهان میشه منطقه به نام نیوفوندلند که در نزدیکی آمریکا هستش، یعنی در شرق آمریکا قرار داره، جایی که همیشه بچه‌ها این رو عنایت داشته باشید، جایی که همیشه محل برخورد دو تا جریان هستش، جریان‌های آب گرم و جریان‌های آب سرد. شما الان اینجا گلف استریم رو می‌بینید. ما قبلا به شما عزیزان گفتیم همونطور که روی سطح کره زمین ما رودها رو داریم که جریان پیدا میکنه، خدمتتون عرض کنم که روی زیر دریاها، اقیانوسها هم ما یک سری جریانهایی رو داریم به نام جریانهای آب گرم و جریانهای آب سرد، که این جریانهای آب گرم دقیقا از دو منطقه عبور میکنه. اگر من بخوام خدمت شما عزیزان این رو نشونش بدم، به این صورت براتون میکشم که شما عزیزان کاملا عنایت داشته باشید. البته اگر بخواید بدونید کدوم سفر صحبت میکنم، درس شماره 4 شما میشه که جریانهای دریایی رو کاملا براتون آورده و میتونید به راحتی اون رو ببینید. خب من اگر اینجا خط استوا رو میکشم و این بالا مناطق قطبین ما هستن، یعنی قطب شمال و قطب جنوب رو ما در نظر میگیریم و اینجا هم مدار استوای ماست. خب اگر ما بخوایم جریان‌های دریایی رو صحبت کنیم، ما میگیم دو نوع جریان داریم، یک جریان آب گرم و دیگری جریان‌های آب سرد. خب شما عزیزان میدونید، خب جریان آب گرم ما دقیقاً یک قسمتش از مدار استوا شروع میکنه به حرکت، در دو طرف کره زمین این پوشش رو ما داریم که از چون از استوا شروع میشه و به سمت قطب میرسه، از اینجا گرما رو داره، وقتی به سمت قطب میرسه میشه جریان آب سرد. مثل کدوم جریان ها؟ مثل جریان گلف استریم که جزء جریان های آب گرمی هست. همونطور که شما عزیزان میدونید، جریان های آب گرم و جریان های آب سرد یکی از عواملی هستن که میتونه روی آب و هوای کشورها هم تاثیر بذاره. شما الان نگاه کنید توی انگلستان، دست کنار کشور انگلستان ما یک جریانی داریم رد میکنیم به نام همین جریان گلف استریم. خب روی آب و هوای انگلستان تأثیر میذاره و آب و هواش رو میکنه معتدل اقیانوسی. و جریان آب سرد ما دقیقا از قطب شمال حرکت میکنه به طرف دو طرف، یعنی قطب این حرکت داره و این رو بهش میگیم چی؟ جریان آب سرد، که از قطب شمال به سمت استوا در حال چی هستن؟ حرکت هستن. خب جریان های آب سرد ما مثل کدوم قسمت ها میشه؟ مثل قسمت‌های لابرادور و همینطور خیلی از جاها رو هست، مثل همین نیوفوندلند هستش که در نزدیکی آمریکا قرار داره. خب حالا هر جایی که محل برخورد یا تلاقی، یعنی دو منطقه‌ای که دقیقاً جریان آب سرد و جریان آب گرم من در این دوتا منطقه با همدیگه تلاقی داره و برخورد میکنه، محل صید ماهیه. پس این رو حتما در نظر داشته باشید که شما عزیزان کاملا روشی داشته باشید اشراف. نیوفوندلند هم دقیقا منطقه است که محل جریان آب سرد و آب گرم قرار میگیره. حتی جریان گرینلند و جریان لابرادور روی آب و هوایی کانادا هم تأثیر میذاره. خب درسته که کانادا در مدار قطبی قرار گرفته، اما یکی دیگر
از دلایلی که تاثیر داره روی آب و هواش جریان‌های آب سرد هستن که توی این منطقه شما عزیزان میتونید به راحتی اون رو ببینید. اما قسمت بعدی سوال داده که سه عوامل مؤثر در آب و هوای جهان رو نام ببرید. خب اگر ما قرار باشه که عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان رو نام ببریم، چند مورد رو میتونیم بهش اشاره کنیم؟ توی درس چهارتون برای شما عزیزان آورده. اگر نگاه کنید، این سوال سوال خیلی مهم و کلیدی، دائم ازش سوال میدن. حتی یه مطلب دیگه هم هست که الان من به شما میگم این توی سوال بعدی ما. عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان چند تا عامل میتونه باشه؟ یک، زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیا. خب وقتی من میگم زاویه تابش خورشید، زاویه تابش خورشید و عرض جغرافیایی، خب این خیلی تاثیر زیادی داره. بچه ما هرچی از عرضهای جغرافیایی میریم بالاتر، هوا چی میشه؟ سردتر میشه. و خب این عاملی هستش بر چی؟ روی پوشش گیاهی هم تاثیر میذاره. چرا که با افزایش میزان باران توی نواحی مختلف ممکنه که تنوع درختان و ارتفاع اونها چی بشه؟ بیشتر بشه. و ما میگیم هر چی که ما به سمت عرضهای جغرافیایی بالاتر میریم، به موازات کاهش باران رو داریم و قد درختانمون جاهایی چی میشه؟ کوتاه‌تر هم میشه. پس این رو حتما مد نظر داشته باشیم. زاویه تابش خورشید، خب تا با تغییر زاویه تابش خورشید، یعنی همه مناطق در یک منطقه قرار نمیگیرن، پس این میتونه چیکار کنه؟ هر منطقه‌ای که در کنار زاویه تابش قرار میگیره و روی هر عرض جغرافیایی که قرار میگیره، میتونه شرایط خاص خودش رو داشته باشه. خب شما تو همین صفحه بذارید من ببینم سوالی که اینجا یه مورد این مدلی دارم، ببینم تو اینجا پیدا میکنم براتون که مشابهش رو داده بود. خب حالا اینجا نیستش، فکر کنم تو سوالات دیگرمونه، اشکالی نداره. من همینجا میخوام به شما یه تصویر رو بگم که اگر زاویه تابش رو ما نگاه کنیم، بر اساس اینکه به طور کلی ما میگیم که ما نمیتونیم بگیم که خورشید به همه جا یکسان میتابه، خب یه جاهایی هستش که خورشید مستقیم میتابه، عمود میتابه، یعنی میشه توی صفحه یه فکر میکنم 25 کتابتونم هست که دقیقاً این شکلی که به صورت گرد برای شما کره زمین رو کشیده و اومده گفته به طور کلی یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین، سه منطقه رو برای شما به وجود میاره. اینم 100% میتونه جزه، حالا اگه من 100% میگم چون دائم ازش دیدم که سوال میده به این دلیل، پس میتونه جزه سوالای امتحانیتون باشه. یا بگن نام ببرید، یا بگن چیکار کنید توضیحش بدید، یا شکل رو بهتون میدن منطقه هاش رو برای اون بایستی چیکار کنید ترسیم کنید. خب ما میگیم این منطقه‌ای که اینجا قرار گرفته میشه منطقه استوای ما و در دو طرفش میشه منطقه گرم ما رو پوشش میده. تو قسمت‌های بالاتر منطقه به عبارتی معتدل رو داریم، چون در نیم کره شمالی میشه معتدل شمالی و چون در نیم کره جنوبی میشه منطقه معتدل جنوبی. چون تابش خورشید رو داریم میگیم، بعضی جاها مایل میتابه به این دلیل، و در مناطقی که خورشید به طور مایل هستش میشه منطقه سرد، یعنی در کنار کجا میشه؟ قطبین. پس این رو حتما مد نظر داشته باشید. عامل بعدی میتونه دوری و نزدیکی به اقیانوس‌ها و دریاها باشه. خب شما میدونید که خشکی ها زودتر از آبها گرم میشن و سریعتر هم گرمای خودشون رو از دست میدن. شما اگه توی شمال ایران رفته باشید میبینید مناطقی که در کنار دریاها قرار گرفتن رطوبت بیشتری دارن، پس این میتونه چیکار کنه؟ تأثیر بیشتری رو داشته باشه توی اون منطقه. پس دوری و نزدیکی به دریا میتونه یکی از عوامل چی باشه؟ مؤثر بر آب و هوا باشه. یه عامل بعدی که ما داریم ارتفاع از سطح زمینه. خب بچه‌ها اینجا ارتفاع از سطح زمین میتونه یک عاملی باشه که بسیار برای ما چی باشه؟ حائز اهمیته. پس من شماره 3 رو میگم، ارتفاع از سطح زمین. اگر یادتون باشه ما گفتیم اگر اینجا کوه ما باشه، ما اگر بخوایم از ارتفاع بریم بالا، ما هر 1000 متر که میریم بالا، شما اینو میدونید، ما 6 درجه کاهش دما داریم. پس این رو ما بایستی ملاک خودمون قرار بدیم و میتونه یک مسئله ای باشه که همینجا هم برای شما آورده. من الان تو سوال بعدی که برای شما میخوام بخونم این مسئله رو کاملا مشخص میکنم. نگاه کنید، گفته اگر از قله‌ای که 5000 متر هست بالا بریم، دما چند درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکنه. خب ما همین الان، من همینجا برای شما این رو انجامش میدم.
گفته اگر قله ما 5000 متر باشه، یعنی در 5000 پایی باشه، اگر ما بریم بالا چقدر در دمای ما کاهش پیدا میکنه. خب ما یه دونه الان یه چیز کاملا مشخص و روتینی داریم که گفتیم هر 1000 متر که ما میریم بالا 6 درجه کاهش چی داریم؟ 6 درجه کاهش دما داریم. خب اگر ما توی 5000 متری باشیم چند درجه کاهش دما داریم؟ یه طرف این وسط این انجام میدید، شما کاملا این رو میتونید متوجه بشید، 6 5 تا 30 تا، و اگر ما بخوایم سادهش کنیم دقیقاً ما 30 درجه کاهش دما رو داریم. پس میتونه سوال بدن، میتونن مسئله ای تو این زمینه بدن و شما عزیزان بایستی کاملا روی این مسئله عنایت ویژه داشته باشید. خدمتتون عرض کنم فشار هوا و جریان‌های باد رو هم میتونیم یکی دیگر از عوامل مؤثر بر آب و هوا فرض بکنیم و بگیریم. و یکی دیگه که من همیشه به دانش آموزان میگم جریان‌های دریاییه که همین الان برای شما این رو اشاره کردم و صحبتش رو گفتم. اما سوال بعدی به ما گفته که 3 مورد از عوامل بیرونی که موجب تغییر شکل ناهمواری ها رو میشه برای ما چیکار کنید؟ توضیح بدید و ازش صحبت کنید و بهش اشاره کنید. خب دختر قشنگم، اگه یادتون باشه من یه اشاره به درس 3 شما هم میکنم که دیگه کاملی رو بدونید. ما گفتیم که سطح کره زمین ما یه حالتی هستش که از 4 تا محیط درست شده: لیتوسفر، آب کره، هوا کره و سنگ کره. بچا میتونن هر کدوم از اینها رو برای شما به صورت مجزا سوال بدن و توی امتحان بیارن. مثلا بگن سنگ کره چیست، یا هر دوتا اسمش رو یاد بگیری، سنگ کره یا لیتوسفر. ما میگیم سنگ کره یا لیتوسفر اون بخش خارجی کره زمین یا پوسته است که حالت جامد داره، از سنگ و خاک درست شده. آب کره چیه؟ ما میگیم تمام آب کره یا هیدروسفر. پس بچه ها هر دوتا اسمو حتما یاد بگیرید که یه موقع اگر تو امتحان اومد گیج نشید، بگید خانم این چی بود، این کدوم بود. پس همه رو بلد باشید. آب کره میشه همون هیدروسفر، شامل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، یا اون بقیه آب‌های سطحی، زیرزمینی، یخچال‌های طبیعی ما، نزولات جوی. نزولات جوی یعنی چی؟ یعنی آب باران، نمیدونم برف و تگرگ و اینجور چیزا رو میگیم. اما هوا کره، هوا کره یا اتمسفر، خدمتتون عرض کنم که شامل گازهایی که اطراف کره زمینه. خب شما میدونید که ما لایه‌های اطراف زمین رو داریم، همینجا توی درس 4تون آورده لایه‌های ابرهای زمین رو واسه‌تون مشخص کرده. ما میگیم که توی کره زمینمون هوا کره یا اتمسفر که دور تا دور زمین رو پوشش داره از چند بخش درست میشه که شامل 78% نیتروژن هستش و 21% اکسیژن رو پوشش میده. خب ما یه بخشی داریم توی قسمت هوا کرمون که جایی هستش که ما میگیم تشکیل ابرها رو میده و تغییرات آب و هوایی رو داریم. بچه خیلی مهمه، همیشه میتونه جا خالی بهتون داده بشه که ما ابرها رو تو کدوم قسمت داریم. میگیم توی لایه‌ای داریم به نام تروپوسفر که اینجا خیلی مهمه. پس این لایه ابرها رو که به صورت سوال ممنوعه، ولی چون تو کتابتونم بهش اشاره کرده میتونه جزء سوالاتتون باشه. نگید ای بابا این لایه‌های ابر که تو امتحانا جزء سوالات ممنوع هست نباید بیاد. بله قبول دارم، ما گفتیم تو امتحان نهایی هم نمیاد، ولی توی درستون بهش اشاره شده که لایه آخری که یعنی لایه اولی که ما داریم توی اونجا میشه لایه تروپوسفر که توش تشکیل ابرها رو میدیم و تغییرات آب و هوایی رو توش داریم. خدمتتون عرض کنم که در کنار این که داریم صحبت کردیم برای شما، اومدیم رسیدیم به یه بخشی که میخواستیم برای شما توی درس 3تون رو لطفاً بیارید با من همراه بشید که میخواییم در رابطه با چهره زمین صحبت کنیم و ازش اشاره کنیم. ما گفتیم به شما که توی کره زمینمون عواملی داریم که باعث تغییر شکل ناهمواری ها میشه. ناهمواری ها یعنی چی؟ یعنی اون پستی ها و بلندی های زمین. حالا هر پستی و بلندی، دشت، کوه، دره، از همه اینا رو میتونه پوشش بده. ما میگیم عوامل تغییر شکل ناهمواری های ما به دو بخش تقسیم میشن. یک، عامل طبیعی داریم و دو، عامل چی بچه ها؟ عامل انسانی. بله مرسی. خدمتتون عرض کنم که عامل طبیعی یعنی چی؟ عامل طبیعی هم خودش به دو گروه تقسیم میشه، یک عامل درونی و دیگری عامل بیرونی. از این میتونن سوال بدن، البته نمیان خیلی بازش کنن، ولی تا همین محدوده شما بلد باشید کفایت میکنه. ما میگیم که عوامل تغییر شکل ناهمواری ها به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم میشه. خب طبیعی ما شد درونی و بیرونی.
خب بچه ها عوامل درونی یعنی چی؟ اسمش روشه، یعنی از درون زمین داره میاد، یعنی از لایه های درونی زمین داره شکل میگیره. خب ما میگیم ما یک سری از این درونی ها رو میشناسیم، مثل حرکت های ورقه ها، صفحات تکتونیک، یادتونه بچه ها که پوسته و گوشته و فوقانی رو دارن تشکیل میدن. اینا از جمله عوامل درونی تغییر ناهمواری هن. از نتایج حرکت ورقه ها یا همون صفحات تکتونیکمون ما یک سری عوامل داریم که سبب کوهزایی میشه و تشکیل کوه ها رو برای ما میده. خب مثل چی؟ مثل چین خوردگی ها، مثل رشته کوه ها، مثل شکست ها یا همون گسل ها. گسل ها چی بودن بچه ها؟ گسل ها شکستگی های پوسته زمین رو میگفتیم که اگر فشار بر لایه های درونی زمین، مخصوصا بر لایه های رسوبی زمین از حد خودشون بیشتر بشه، اینا دیگه تحمل نمی کنن. همین باعث میشه که لایه ها و پوسته زمین شکسته میشه و تشکیل چی میده؟ گسل میده. گسل تفاوتش با چین خوردگی ها تو این بودش که اگر این شکستگی ها با اختلاف ارتفاع همراه باشه ما بهش میگیم چی؟ ما بهش میگیم گسل. پس این رو حتما عنایت داشته باشید و اینها، این عواملی که من الان برای شما عزیزان نام بردم میشه عوامل درونی زمین و تغییر شکل. اما عوامل بیرونی رو داریم صحبت میکنیم. حالا عوامل بیرونی ما میشه مثل عواملی که مثل هوازدگی، سرد و گرم شدن هوا رو میگیم، یا فرسایش آبی، بادی، یخچالی از عوامل بیرونی تغییر ناهمواری های ما محسوب میشن. پس حتما سوالی که الان برای شما گفتم، سه مورد از عوامل بیرونی که موجب تغییر شکل ناهمواری میشه رو فقط گفته نام ببر. خب من هم نام بردم هم برای شما یه کوچولو اشاره کردم. اما عوامل انسانی مثل چیه؟ انسان ها، فعالیت نادرست انسان ها. این انسان ها به خاطر اینکه میخوان رفع نیاز بکنن، نیازهای خودشون رو برآورده کنن، انسان ها میتونن نقش بسیار مهمی روی تغییر شکل داشته باشن. من انسان میخوام کوه، میخوام خونه داشته باشم، میخوام جاده داشته باشم، میخوام زمین نمیدونم سد داشته باشم، تونل داشته باشم، میام زمین های کشاورزی رو میکنم، از بین میبرم، برای اینکه بهره برداری میکنم از محیط طبیعی، چهره زمین رو ناهمواری هامو تغییر میدم. این میشه برای چی رفع نیازم. یه جاهایی ما خودخواهانه انجام میدیم ولی یه جاها هم واقعا نیازه و مجبوریم ازش چیکار کنیم، استفاده کنیم و بهرش رو ببریم. این قسمت سوالی بودش که من برای شما عزیزان گفتم. سوال بعدی رو همین الان مسئلهش رو برای شما حل کردم، فکر نمی کنم دیگه تو این زمینه مشکلی باشه یا حرفی که دیگه فکر کنم کاملا این رو متوجه شدید. اما بچه ها توی درس چهار شما یه قسمت هست که همین الان اینجا اومده، من میخوام این رو به شما عزیزان نشون بدم و بعد میرم سراغ مطلب بعدی. اینجا اشاره کرده توی این سوال که کدام گزینه در مورد فلات قاره یا ایوان خشکی نادرسته. بچه یه تصویر دارید توی کتابتون، این تصویر رو حتما به خاطر بسپارید. صفحه 21 کتابتون میشه. این اومده سطح آبها، همونطور که بچه نگاه کنید هر چی که ما روی سطح زمین داریم، حالا دشت، کوه، نمیدونم رود، هر چی که ما روی سطح زمین داریم زیر اقیانوس ها و دریا، زیر اقیانوس ها و دریا هامون هم داریم، یعنی ما کوه داریم، دشت داریم، گودال داریم، همه اینا رو ما داریم. حالا سوالی که همیشه و جزء سوالای امتحان نهایی محسوب میشه این هستش که میاد هر بخشی از این رو برای شما کوچولو کوچولو سوال میده. الان چیزی که اینجا گفته در مورد فلات قاره. فلات قاره من جمله سوالهایی است که حتما جزء سوال امتحانیتون خواهد بود. یا شکل رو بهتون میدن، میگن تو این شکل بیاید فلات قاره رو نشون بدید، که شما میگید فلات قاره جایی هستش که اقیانوس‌ها با خشکی‌ها دقیقاً تماس دارن، ناحیه کم عمق با ژرفای کمتر از 200 متر. بچه‌ها کمتر از 200 متر میتونه همین 200 متر رو دیدم که دارم بهتون میگم تغییرش میدن، میکنن 2000 متر. بعضی از دانش آموزا اینقدر سر امتحان استرس دارن که اصلا اول کلمه رو، یعنی اول سوالو میخونن دیگه آخر کلمه رو نگاه نمیکنن، است، بود، شد، گشت، همینجوری مینویسن و میرن. پس حواستون باشه. توی فلات قاره پس این ویژگیشه، شامل جزیره هایی است که سر از آب بیرون آورده. توی اونجا چندین عامل مهم داره، مثل اینکه توش گاز داریم، جزایر ماهیگیری داریم و بیشترین مکانی هستش برای وجود چی؟ سرشار هستش از نفت و گاز. پس ما این رو حتما داریم، ماهیگیری رو داریم، جزایر فراوون رو داریم. اما بچه ها چیزی که اینجا برای ما نادرسته اینه،
همین الانم من به شما عزیزای دلم اشاره کردم، گفتم عمقش جایی که اقیانوس به خشکی تماس داره، ولی ناحیه کم عمق با ژرفا، یعنی عمق کمتر از 200 متر. اما اینجا عزیزان چند گفته؟ گفته 2000 متر. پس اینجا کلمه نادرست ما میشه گزینه الف و شما کاملا روش اشراف دارید و متوجه شدید. سال بعدی رو که میخوام حل کنم اینه که گازهایی که دور تا دور کره زمین رو فرا گرفتن کدوم یکی از محیطهای کره زمین رو میسازن؟ لیتوسفر، اتمسفر، هیدروسفر یا بیوسفر؟ خب بچه ها لیتوسفر یعنی همون سنگ کره، پس این که نمیشه. اما هیدروسفر یعنی تمام آب کره هایی که ما داریم، یعنی از آب اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، نزولات جوی. بیوسفر یعنی چی؟ بیوسفر یعنی اون بخش زنده یا زیست کره ما رو میگه. اما به ما گفته گازها، گازهای ما میشن چی؟ اتمسفر که شما دیدید 78% رو نیتروژن، 21% رو اکسیژن و گازهای دیگری مثل دیوکسید کربن و بخار آب پوشش داده بود. خب گفته افراد زیادی به قله اورست صعود میکنن، اما تعداد افرادی که به عمق گودال ماریانا رفتن بسیار کمه. چرا بچه ها؟ بچه ها افرادی که به قله اورست میرن با کسایی که به عمق گودال ماریانا میرن خیلی تفاوت داره. ما به شما گفتیم توی درستون هم شاید دبیرای عزیزتون بهش اشاره کرده باشن، خدمتتون عرض کنم که عمق گودال ماریانا که توی اقیانوس آرام هستش یه چیزی حدود 11000 پایه. بچه ها وقتی شما میخواید وارد اقیانوس ها و دریاها بشی یه سری شرایط وجود داره، فشار زیاد آب، پس اینا دلایلی میشه که ما نتونیم توی گودال ماریانا بریم. فشار زیاد چی؟ فشار زیاد آب، تاریکی، دمای کم، همه. پس دیدید که غواصا وقتی میرن اکسیژن میبرن، پس دلایلش اینه. یا اینکه اعماق این آبهای ما برای کاوشهای علمی بسیار چی هستش، دوچار دردسر میکنه اونها رو، به دلیل تاریکی، به دلیل عمق زیاد، به خاطر فشار، همه اینا تاثیر زیادی داره. تنها کسی که شاید تونسته حدود 2 ساعت بیشترم نه توی این اعماق کره اعماق گودال ماریانا بره شخصی بود به نام جیمز کامرون. شما دیدید فیلم تایتانیک رو دیدید، این آقا با هزینه شخصی خودش فقط تونست 2 ساعت بره توی این چیز گودال ماریانا، به دلیل اینکه اون هم میخواستش موجودات ناشناخته اون رو کشف کنه و ببینه. اما بیشتر از 2 ساعت با اون تجهیزات نتونست توی اون شرایط قرار بگیره. پس این رو هم بایستی ما بدونیم که دلایلی است که ما نمیتونیم دائم درون اعماق دریاها و اقیانوس‌ها بریم، چون شرایط شرایط خاصی هستش و هر کسی توان رفتن درون رو نداره. اما سوال داده شده که به عبارتی 2 پیامد ناخوشایند گرم شدن کره زمین رو بگید. خب متاسفانه از عوامل زیادی میتونه باعث گرم شدن کره زمین بشه. خب عواملش چیه؟ ما میدونیم که امروزه به خاطر فعالیت‌های بشر و افزایش باعث میشه که افزایش دما رو داشته باشیم، زیاد شدن تعداد خودروها، افزایش فعالیت‌های صنعتی، سوخت‌های فسیلی، همه اینا میتونه سبب آلودگی هوا و ورود گازهای گلخانه‌ای به هواکره ما باشه. اما دلایل ناخوشاینده به عبارتی که برای ما سبب گرم شدن کره زمین میشه همینایی بود که خدمت شما عزیزان گفتم و شما عزیزان اون رو عنایت داشته باشید و ازش میتونید استفاده و بهرهش رو ببرید. خب من میخوام ببینم که توی این قسمت آیا سوال دیگری داریم که خدمت شما عزیزان بدیم، که نه فقط اجازه بدید من از نمونه هایی که خودم دارم هم برای شما عزیزان اشاره کنم که چیزی جا نمونه. یه نگاه بندازم نتایج حاصل از اونها رو که گفتم برای شما، دارم نگاه میکنم ببینم که چه چیزی هست. بچه ممکنه سوال بدن بلندترین فلات جهان چه نام داره؟ یادتون باشه ما بلندترین فلات جهانمون تبت هست که لقب بام دنیا رو بهش دادیم، که رشته کوه مهمی داشت به نام هیمالیا، پس این رو مد نظر داشته باشید. نگاه که میکنم من بیشتر صحبت ها و بیشتر مطالب این قسمت رو برای شما عزیزان گفتم، فکر نمیکنم دیگه چیزی باشه که من بخوام تو این قسمت بگم. ان شاء الله خود شما عزیزان بیشتر نگاه میکنید و کاملا مطالب رو میخونید که مشکلی براتون دیگه ان شاء الله سر امتحان پیش نیاد. بچه تعاریف رو بخونید، گسل چی هستش، محیط های هواکره اینا رو حتما تعاریفش رو بلد باشید که دیگه انشالله در امتحانات با موفقیت این درس رو هم پاس کنید. اما میرم سراغ
درس بعدیمون که زیستکوره هستش، بسیار درس مهم و سنگین نیست، ولی مطالب ریز زیاد داره. به خاطر همین شاید بعضی از دانش آموزا بگن ای بابا این درس رو کاش که حذف می‌کردن، ولی به نظر من درس فوق‌العاده شیرین و جذابه و خیلی هم قشنگه. البته من توی این سوالاتی که اینجا هستش فکر می‌کنم خیلی محدود داشته باشم سوالاتش رو. بله، حالا نگاه داریم می‌کنیم ببینیم که چه اتفاقی می‌افته. این درس ساده و میتونه خیلی سوال داشته باشه و خیلی هم جالبه. اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که اصلا زیست بوم یعنی چی؟ زیست بوم یا بیوم میتونه هر جفتش رو سوال به شما بدن. ما میگیم زیست بوم یه ناحیه وسیع جغرافیاییه که توی اون انواع جانوران و گیاهان خاص رو توش داریم و یه ناحیه بسیار مشخصه. خب یک سری عوامل میتونه روی این زیست بوم ها تاثیر بذاره. بچه‌ها زیست بوم ها رو آقای گودی اومد به 8 قسمت تقسیم کرد. شما هم توی کتابتون توی درس 5تون دارید کاملا اون رو میبینید. خب زیست بوم ها به چند بخش تقسیم شدن، یعنی از لحاظ اینکه ممکنه یه بخش وسیع از یک قاره رو در بر بگیره یا اون ویژگی ممکنه که در چند قاره بهش چی بشه اشاره بشه. پس این رو بدونید. ما میگیم زیست بوم های ما به 8 بخش تقسیم میشن: توندرا، تایگا، جنگل های پهنبرگ معتدله، بیشه ها و مراتع مدیترانه‌ای، بیابان ها، جنگل های بارانی استوایی، ساوان و یا سایر زیست بوم های ما هستند. تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی داره؟ خب اگر ما بخوایم دلایل تنوع زیست بوم ها رو نام ببریم که اینجا هم برای شما عزیزان اشاره کرده، ما میتونیم به شما بگیم که مهمترین ویژگی هایی که روی زیست بوم های ما تاثیر میذاره، ابتدا میتونیم بگیم آب و هوا رو براش نام ببریم. آب و هوا یکی از عواملی است که میتونه روی اون تاثیر بذاره. چرا آب و هوا مهمترین و بیشترین تاثیر رو داره؟ چرا که از دو تا عنصر درست شده به نام دما و بارش. دما یعنی چی؟ یعنی درجه حرارت، یعنی درجه گرما. بارش یعنی چی؟ یعنی میزان بارندگی. خب ما وقتی درجه دما رو داریم میگیم هم میتونه هوای سرد باشه هم میتونه هوای گرم باشه، پس این رو لحاظ داشته باشید. خب ما میگیم که بر نوع و میزان پوشش گیاهی میتونه اثر بذاره دما و بارش. یعنی چه جوری؟ یعنی به طوری که ما میگیم با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگه میتونه پوشش گیاهی ما تغییر کنه. دما بچه عامل بسیار مهمی برای رویش گیاهانه. در مناطقی که دمای هوا بسیار پایینه گیاهان رشد نمی‌کنن، یعنی نمیتونن رشد کنن. میزان بارش اون تاثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی منطقه داره. خب علاوه بر میزان دما و بارش آیا عوامل دیگری هم میتونه تاثیر بذاره؟ میگیم بله، طول مدت فصل خشک و تبخیر اونها. بعضی از مناطق مثل ساوان شما می‌بینید که یه منطقه‌ای داره که هم بارانیه و هم چی هستش، خشک. مقدار تبخیر ما توی ایران داریم زندگی میکنیم، همش دائم به ما میگن که ای بابا ایران تو منطقه گرم و خشک قرار گرفته، کمربند گرم و خشک، چرا هی میگید آب نداریم، این همه بارندگی داشتیم. بله شما درست میفرمایید، ما بارندگی داریم، اما چیزی که متاسفانه امروز ما باهاش گریبانگیر هستیم این هستش که ما تبخیرمون توی این منطقه بسیار بسیار زیاده و تبخیر زیاد باعث میشه که ما تو منطقه گرم و خشک قرار بگیریم. و متاسفانه خبر بعدی که میخوام شما بگم اینه که ما تا چند سال آینده سرانه مصرف آب شیرینمون بسیار کم میشه. یعنی اگر من و شماها بخوایم آب شیرین رو مصرف کنیم، شاید نفری یک قاشق چای خوری سهم من و شماها بشه از این آب شیرین که داریم عرض میکنیم. و به دلیل بارندگی ها، یعنی چون که فصل سال آبی ما بسیار داره میاد پایین و ما بارندگی سالیانمون داره میاد پایین، ایران از منطقه گرم و خشک داره خارج میشه و به صورت منطقه خشک در میاد. پس این رو هم لحاظ داشته باشید. خب از عوامل دیگه‌ای که روی تنوع زیست بوم‌ها میتونه تأثیر بذاره شکل ناهمواری هاست. خب ما میخواییم بگیم که شکل ناهمواری هم میتونه تأثیر دیگری داشته باشه. میزان ارتفاع
زمین رو هم میتونیم ازش صحبت کنیم، جنس خاک رو هم میتونیم ما براش بگیم. اینا میشن عواملی که روی تنوع زیست بوم های ما چی هستن؟ تأثیر میذارن و بسیار بسیار حائز اهمیت. خب حالا ما داریم میام این بالاتر، گفته که ویژگی های زیر مربوط به کدام زیست بوم ها هست. چند تا زیست بوم رو برای شما مشخص کرده، تعریف کرده. این تنوع زیست بوم ها رو حتما بچه ها بخونید و اینکه هر زیست بوم چه ویژگی و مشخصه خاص خودش رو داره، من ابتدای کوچولو بهش اشاره میکنم و بعد برای شما این رو انجامش میدیم. خب بچه ها نگاه کنید، اومده گفته بیابان. بیابان یعنی چی؟ بعد اینجا اومده گفته یه مورد از اینها چی هستش؟ اضافه است. چهار تا زیست بوم رو برای شما آورده: بیابان، ساوان، تایگا و تندرا. خب اگر اجازه بدید من از تندرا شروع بکنم که سرفصل اول شما درستونه، که شما بدونید تندراها کجا هستن. اینکه توی تندرا بچه ها بدونید دقیقاً تندراها تو کدوم منطقه قرار گرفتن. میگیم در نزدیکی قطب شمال هستن، تو حاشیه اقیانوس منجمد شمالی هستن، شمال آلاسکا، شمال روسیه، شمال اسکاندیناوی ما رو چیکار میکنن؟ پوشش میدن. خب ما باید بدونیم که توی تندرا چه ویژگی داره. خب ما میگیم تندراها دقیقاً نزدیک مناطق قطبی هستن، پس دارای یخ و برف هستن، پوشیده از یخ و برفه. خب دمای اینجا چقدره؟ میگیم منفی 34 درجه سانتیگراده. خب زمستوناش چجوری هستش؟ تابستوناش شرایطش چطوره؟ بچه اینا رو میتونید شما به صورت فلش کارت برای خودتون در بیارید تا تمام این 8 زیست بوم رو کنار هم بذارید که برای شب امتحان که میخواید یه بار دیگه نگاه کنید، دیگه دقیقا تفاوت ها و ویژگی های اصلیش رو بتونید به دست بیارید. خب ما میگیم که زمستوناش طولانیه تا به و سرمای اون بسیار بسیار شدیده، اما تابستوناش چی هستش؟ تابستوناش کوتاهه، حتی میانگین دمای اون حد اکثر به 12 درجه سانتیگراد میرسه. پس این ویژگی چیه؟ ویژگی تندراه که از یخ و برف پوشیده شده. خب بچه تندراها وقتی توی تابستون، وقتی میگیم تابستون منظور ما یه تابستون مثل الان ایران نیست، یه تابستون کوتاه و بسیار خنک رو داریم صحبت میکنیم. توی اینجا ممکنه یه موقع آب برف ها ذوب بشن، آب بشن، میان یه باتلاق های خیلی کم عمقی رو به وجود میارن که توی این باتلاق های گیاهانی رشد میکنن به نام خزه و گلسنگ. پس پوشش گیاهی تندرا رو چی شامل به وجود میاره؟ میگیم خزه و گلسنگه. اما سوالی که اینجا میتونه داده بشه، بزرگ جسته ترین جانوران رو ما تو این قسمت داریم به نام خرس قطبی، پس این رو هم ملاک قرار میدید. بچه ها روباه قطبی، اسکیموها و گوزهای شمالی هم تو این منطقه هستن. پس این میشه ویژگی چی؟ ویژگی تندرا. اما میام از تندرا یه مقدار پایین تر منطقه ای داریم که بسیار گسترده است، گسترده ترین زیست بوم ما رو پوشش میده به نام تایگا. پس تایگا ها کجا قرار گرفتن؟ دقیقا در جنوب تندرا. تو کدوم قاره ها؟ قاره های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی. خب این منطقه چه ویژگی داره؟ این منطقه 6 ماه از سال میانگین دماش کمتر از 0 درجه است و بارندگیش بین 250 تا 500 میلی متر. همیشه زمیناش مرطوبه. خب وقتی بارندگی داره این ویژگی رو هم داره. تایگا چه نوع گیاهان یا پوشش گیاهی داره؟ حتما از تایگا سوال خواهند داد. پوشش گیاهی داره که جنگل‌های مخروطی یا سوزنی برگ رو داره. جنگل‌های مخروطی و سوزنی برگ یعنی چی؟ یعنی جنگل‌هایی که بچه‌ها همیشه سبزن، برگ ریزان ندارن. مثل چی؟ مثل کاج، مثل سنوبر، مثل سرو. خب حالا آیا جایی رو داریم که کشوری رو داریم که تمام جنگل‌هاش از مخروطی‌ها و به عبارتی سوزنی برگ‌ها باشه؟ میگیم بله، کشور کانادا هستش که نوع جنگل‌های اون تایگاه که از چوب اونها میتونن نهایت استفاده رو بهره رو ببرن. پس چیزی که ما میخواییم در مورد تایگا بگیم و بسیار بر ما مهمه، ممکنه سوال بدن گسترده ترین زیست بوم رو نام ببر، شما میگی تایگا. پس اینا رو برای خودتون یه جایی یادداشت کنید که کاملا مد نظرتون باشه. چه دیگه درختانی که بهتون گفتیم، چه نوع حیواناتی توی اونجا هست؟ عقاب کاکل سفید توی آلاسکا هستش، گرگ خاکستری، سمور دریایی رو هم ما توی اونجا داریم.
اما مورد بعدی جنگل‌های بارانی استوایی، جنگل‌هایی که 100% میتونه سوال امتحانیتون باشه به شیوه ها و مدل‌های مختلف. ما میگیم این جنگل‌های بارانی استوایی ما کجاست؟ اسمش روشه در مجاورت خط استواست، یعنی در قاره‌های مختلفی رو ما داریم. ما توی آسیا داریم، در کنار اندونزی میتونیم این رو داشته باشیم، توی قسمت آفریقا داریم، از قسمتی که پارسال تو سال 8 شما خوندید، اونجایی که رودخانه چاد تا نزدیکی‌های رودخانه زامبز رو پوشش میداد، ما این جنگل‌های بارانی استوایی رو داشتیم. و توی آمریکای مرکزی هم دقیقاً توی کشور برزیل ما جنگل‌های بارانی استوایی رو داشتیم. خب جنگل‌های بارانی استوایی چه ویژگی‌هایی دارن؟ میگیم توی این منطقه هوا همیشه گرمه، رطوبتشون 80% میزان بارندگی سالانش حدوداً میتونیم بگیم 2500 میلی‌متر بیشتر نیستش. جنگل‌های بارانی استوایی بچه‌ها چند طبقه هستن، درختان کوتاه و بلند داره. بلندترین درختانی که ما توش داریم طبقه طبقه شده، ارتفاعشون بسیار زیاده، ارتفاعشون بین 25 تا 35 متر یا حتی تا 50 متر رو هم میتونیم داشته باشیم. اما چیزی که در مورد زیست بوم ها میخوام برای شما بگم، زیست بوم جنگل های بارانی استوایی میخوام بگم، این که بیشترین تنوع زیستی جهان رو داره. چرا بچه بیشترین تنوع زیستی جهان رو داره؟ چون بچه توی اینجا ما به شما میگیم 3/4 جنگل های بارانی استوایی رو، ما 3/4 رو تو کل دنیا داریم. جنگل های بارانی استوایی رو ما بهش میگیم ریه های تنفسی زمین. چرا که 50% رطوبت و 50% اکسیژن جو زمین رو دارن چیکار میکنن؟ پوشش میدن. و این باعث میشه که بسیار بسیار حائز اهمیت باشه و برای ما فوق العاده مهم هستش. به همین دلیل هستش که بهش میگیم ریه های تنفسی زمین، که 3/4 تنوع زیستی جهان مربوط به این جنگل ها میشه. خب این جنگل ها دی اکسید کربن گازی هست که بر فعالیت های انسان تاثیر داره. دقیقاً روی اینجا هستش که ما دی اکسید کربن رو میگیریم، اکسیژن رو پس میدیم، پس بسیار مهمه. پس ما میگیم پیچیده ترین زیست بوم جهان و غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری رو ما توی این بخش داریم. پس بچه‌ها جنگل های بارانی استوایی بسیار مهم هستن، جنگل هایی هستن که توی استوا قرار گرفتن، درختان میوه زیادی دارن، موز، و همه اینها رو میتونیم چیکار کنیم؟ ازش صحبت کنیم و بگیم. خدمتتون عرض کنم که محصولات غذایی، دارویی، مواد اولیه صنعتی رو دارن، قهوه، کاکائو، انواع روغن ها، لوازم آرایش، عطر و کاوچو، اینها میتونه سوال باشه. پس اگر ازتون بپرسن که جنگل های بارانی استوایی چه ویژگی هایی دارن، همه اینها رو میتونید بگید. و در کنارش جنگل زدایی رو هم حتما اعلام، یعنی به عبارتی بدونید و ازش صحبت میشه. خب من یه مورد دیگه هم بگم برای شما، در رابطه با ساوان ها هستش. ساوان یعنی چی؟ ساوان یه منطقه علفزاره. دقیقا شما از آفریقای سبز که میایید پایین، یه منطقه میرسیم که دارای دو فصل خشک و مرطوبه. ساوان ها دارای علفزارهایی هستن که به عبارتی درختان تک و منفرد دارن. وقتی بارندگی زیاد میشه این علفزارها رشد میکنن و برای کشاورزی مناسبن، اما وقتی بارندگی کم میشه چه اتفاقی میفته؟ اینها همینجور، خب این علفها هم خوش میشن. چیزی که برای ساوان میگیم این که آیا بیشترین وسعت ساوان تو کدوم منطقه است؟ میگیم تو قاره آفریقاست. ساوانها رو از نظر تنوع جانوری بسیار غنی میدونن و دارای دو فصل خشک و منفرد هستن. جالبه بدونید که توی ساوان ها بچه ها علف به عبارتی حیوانات و جانورانی زندگی میکنن که هم گوشت خارن و هم چی هستن؟ و هم گیاه خار هستن. علف خارانی تنومند مثل گوره خر، مثل فیل، زرافه و کرگدن میتونه جز اینها باشه. و درخت معروفی که تو اینجا قرار گرفته باوباب هستش که یک درخت بسیار تک و منفرد و فوق العاده قشنگ و جذابی هم هستش. خب ما تا اینجا زیست بوم‌ها رو براتون گفتیم بچه‌ها، 3-4 زیست بوم مهم رو گفتیم. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، فقط چیزی که مد نظره این که مثلا این زیست بوم از چه نظر اهمیت داره. حالا مثلا گسترده ترینه، بیشترین تنوع زیستی جهانی رو داره، یا غنی ترین تنوع گیاهی جانوریه. از این لحاظا حتما اینا رو ریز بشید رو، چون میتونه تو امتحانا ازش سوال بدن.
اما در مورد بیابان آخر زیست بوم رو هم ما بگیم که به سلامتی این قسمت رو هم تموم کنیم. بچه وقتی اسم بیابان میاد یعنی یه منطقه‌ای که خشکه، شما رنگش هم ببینید دقیقا متوجه میشید. ما میگیم به سرزمین‌های خشکی که میزان بارندگی سالیانه اونها کمتر از 50 میلیمتره. پس این رو مد نظر داشته باشید، کمتر از 50 میلیمتر هستش. خب ما میگیم که اگر اینجا کمتر از 50 میلیمتر هستش یعنی توی بیابان ما اختلاف دما داریم. اختلاف دما یعنی چی؟ یعنی ممکنه که صبح ها ما دمامون به بالای 57 درجه سانتیگراد برسه و توی روز هم توی روز یعنی به دمای 57 درجه سانتیگراد برسه و توی شب به چقدر برسه؟ به حدود مثلا زیر صفر برسه. ما حتی توی ایران هم یه بخشایی رو داریم که دمای ما مثلا توی منطقه گندمبریان بالای 78 درجه است. یعنی کسی وجود نمی‌کنه که یه روز عادی پاشه بره توی تابستون اونجا، بلکه بایستی اگه شما با گردشگرا هم که بخواید برید توی مواقعی میرید که صبح‌های خیلی زود باشه، توی مثلا بهار باشه. پس این اتفاق میفته. توی بیابان ما میگیم که بخش عمده‌ای از بیابان‌های ما گرم و خشک هستن. اما کجاها بیشتر ما این شرایط رو داریم؟ دقیقا بچه ها در مجاورت مدارهای رأس و سرطان و رأس الجد ما دقیقا بیابان رو میتونیم درونش داشته باشیم. یا اسامی بیابانهایی که ما توی کل قاره های دنیا داریم، مثل بیابان ربلخاری توی عربستان، بیابان لوت. لوت یعنی خودش یعنی به نام برهنه و لخت دیگه، کاملا شما میدونید. خب ما تو اینجا همش فکر میکنیم که بیابان یعنی منطقه‌ای که فقط باید گرم باشه و خوش، اما شما میبینید که ما توی آسیا دقیقاً توی کشوری به نام مغولستان بیابانی داریم به نام بیابان گوبی. خب بیابان گوبی یه منطقه سرده. چرا بهش میگیم تنها بیابانی که توی آسیا سرد هست بیابان گوبیه؟ خب چرا بهش میگیم که سرده؟ چون در اطراف اون بیابان رو چی پوشش داده؟ کوه هستش که در اونجا قرار گرفته. خب بچه‌ها بیابان وقتی ما میگیم کوه در اون قرار میگیره، کوه‌ها مانعی هستن برای نذاشتن اینکه رطوبت‌ها بیان و هوای سرد یا گرم وارد این منطقه بشه. پس اینجا هستش که به این دلیل ما میگیم که بیابان گوبی که اطراف اون رو کوه فرا گرفته جزء بیابان‌های سرد ماست که میزان بارش در این قسمت‌ها یا ناچیزه یا حتی زیر صفره. جالبه بدونید که ما خیلی از بیابان‌ها رو داریم که تو کل دنیا شاید هزار ساله که اصلاً بارندگی درونش ایجاد نشده. خب توی بیابان ما چه نوع پوشش گیاهی داریم؟ بیابان پوشش گیاهیش فوق‌العاده فقیر هستش، چون که به علت کمبود باران و هر جانور و هر حیوان یا هر پوشش گیاهی نمیتونه توی اونجا چیکار کنه، شروع به رشد بکنه. درختان یا بوته های خاردار هستن که ما بهشون میگیم استپ. استپ ورزشی رو نمیگم، استپ دارم میگم. استپ یعنی جایی که بوته های خاردار کوتاه قد با فاصله در کنار هم زندگی میکنن و در مقابل خشکی هوا تبخیر مقاوم و آب رو در خودشون ذخیره میکنن. خب مثلا درختانی مثل تاق، مثل گز، اینها رو ما میتونیم توی کاکتوس میتونیم شامل این غذایا داشته باشیم. حالا من همه اینا رو براتون گفتم که برسیم به کجا؟ برسیم به این قسمت که ویژگی های زیر گفته مربوط به کدام یکی از زیست بوم ها میشه. خب 4 تا زیست بوم رو اینجا برای ما آورده. بیشتر سوالاتشون این مدلیه، یعنی نمیان از شما بخواین که زیست بوم تندرا رو برام تعریف کن، زیست بوم تایگا رو تعریف کن. بیشتر یا به صورت 4 گزینه یا جای خالی به شما داده میشه. خب الان قسمت الف به ما گفته که ناحیه‌ای که دارای زمستان‌های طولانی و بسیار سرد و تابستان‌های کوتاه. خب من همین الان توی صحبت‌هام برای شما عزیزان اشاره کردم دماشون منفی 34 درجه است، تو مناطق نزدیک قطب شمال هستن. این منطقه میشه منطقه توندرا. بچه ها میدونید که توندرا یه واژه روسیه، پس این رو هم مد نظر داشته باشید. اما سال بعدی که گفته دارای آب و هوای گرم در تمام طول سال در اون دو فصل خشک و مرطوبه. خب ما همینجا که بهمون میگه دو فصل خشک یا مرطوب هستش، ما متوجه میشیم منظورش چی هستش؟ ساوان هستش. یه سوال داده که در این منطقه در 6 ماه از سال میانگین دمای کمتر از 0 درجه و زمین همیشه مرطوبه. این منطقه منطقه تایگاست. چون اگر شما عزیزان به حرفای من گوش کرده باشید کاملا این مطالب رو میتونید مد نظر داشته باشید. حالا من چند مدل دیگه از این
تایگا و به عبارتی زیست بوم ها رو براتون صحبت میکنم. یه مدل دیگه سال 96 دوباره برامون سوال داده که کلماتی رو آورده در جاهای خالی در جدول بذارید. این بار اومده بچه ها اسم مثلا پرنده ها یا اسم پوشش گیاهیشون رو آورده، بامبو، خزه، گلسنگ، پرنده توکا، درخت کاج و سرو، گوزن شمالی و زرافه. نام زیستبوم رو داده تایگا. ما میگیم تایگا یعنی گسترده ترین زیستبوم. خب چه گیاهان خاصی توی اونجا رویش پیدا میکنه؟ همین الان این بالا هم ما داریم درختانی که به صورت چی هستن؟ سرو هستن یا مخروطی ها یا سوزنی برگ های ما رو میتونه چیکار کنه؟ پوشش بده و ازش ما چیکار کنیم؟ صحبت کنیم و بهش اشاره کنیم و برای شماها بگیم. من دارم میگردم ببینم که آیا تو این پیدا میکنم، دیدم نه ندارم. جانوری که مخصوص این منطقه باشه چیه؟ گرگ خاکستری یا سمور دریایی رو میتونیم داشته باشیم. اما نام زیستبوم بعدی جنگل‌های بارانی استوایی. بچه بیشترین تنوع زیستی جانوری گیاهی، یعنی غنی‌ترین تنوع جانوری و گیاهی رو توی این منطقه داشتیم. چه گیاهانی تو اینجا روش می‌کردن بچه توی درختان بارانی جنگل‌های بارانی استوایی؟ چون بیشترین تنوع زیستی رو دارن، انواع درختان شاهپسند یا مانگرو، نارگیل، هوا، قهوه سودانی، تمام اینها، بامبو، تمام اینها رو میتونیم توی این قسمت داشته باشیم. جانوران خاصشون شامل چی هستن؟ بچه شاید اسم این جانورا توی متن کتابتون نباشه اما عکس ها داشته باشه، پس این عکس ها رو هم اگر مد نظر داشته باشید خیلی مهمه. توکا رو داریم، بابون رو داریم که یک میمونه، یادمه که چند سال پیش این بابون رو سوال داده بودن، و خزندگان و پرندگان رو داریم. یا سوال داده که ساوان، ما گفتیم ساوان ها بیشترین وسعتشون تو قاره آفریقاست. گیاهان خاصش چی بود؟ علفزارهایی که همراه با درختان تک و منفرد هستن. جانورانشون هم که گفتیم هم علفخوار داشتیم و هم گوشتخوار، مثل گورخر، مثل فیل، زرافه، ببر، شیر، همه اینا رو کرگدن، اینها رو میتونیم عامل این غذایا داشته باشیم. خب یا مثلا میتونن چهار گزینه‌ای بهتون بدن و شما وس کنید، مثل همین مدلی که الان برای شما عزیزان اشاره کردم و شما دختر قشنگم اینها رو دیدید. خب این قسمت تقریبا تموم شده و من فکر میکنم که این مطلب درس زیستبوم ها تا همین جا که شما بدونید چجوری سوال میدن برای شما کفایت میکنه و کافی هستش. یه سوال دیگه هم اینجا هست، گفته که هر یک از زیستبوم ها از چند بوم سازگان تشکیل شدن یا از اکوسیستم. ما میگیم که خب هر به عبارتی زیستبوم های ما یا اکوسیستم های ما از چند بوم سازگان درست شدن، که به ما گفته آیا این درسته یا غلطه که ما میگیم درسته. یه سوال من اینجا برای شما عزیزان آوردم که میخوام اشاره کنم برای این درسته که شما عزیزان بهتر بدونید. با توجه گفته به اون چیزی که توی کتابتون هستش، یعنی با توجه به اون 8 تا زیستبومی که آقای گودی گفته، بگید که کدوم زیستبوم ها توی جهان بیشترین میزان ترکیبات عالی و کدوم زیستبوم ها کمترین میزان ترکیبات عالی رو دارن. خب ما میگیم که اگر بخوایم بگیم بیشترین ترکیبات عالی رو کدوم داره و کدوم کمترین، ما میدونیم که جنگل های بارانی استوایی بیشترین ترکیبات عالی رو دارن، چون سوخت و سوز، تولید ماده و انرژی بسیار توشون بیشتر هستش با توجه به موقعیت و شرایطشون، و بیابان ها کمترین میزان ترکیبات عالی رو دارن. خدمتتون عرض کنم سوال بعدی که شاید سوال خیلی از شما ها هم باشه، این که بین عرض جغرافیایی و میزان پوشش گیاهی چه رابطه‌ای وجود داره؟ شما میدونید که ما بهترین عرض جغرافیایی برای زندگی کردن، ما به شما عزیزان گفتیم عرض جغرافیایی یعنی نظر آب و هوایی، یعنی فاصله ای که بین خط استوا بر حسب درجه، یعنی فاصله مکان ها رو دارم عرض میکنم، این رو میگیم. ما میگیم بهترین فاصله برای، یعنی عرض جغرافیایی برای زندگی کردن بین چی هستش؟ بین مدارها یا عرضهای جغرافیایی حدود 20 تا 25 تا 40 تا 45 درجه است. یعنی 20 تا 40 یا 25 تا 45 درجه
ارض شمالی و ارض جنوبی رو میتونیم ملاک خودمون قرار بدیم. اما چیز دیگه ای که اینجا الان سوال از ما پرسید این که بین ارض جغرافیایی و میزان پوشش گیاهی چه رابطه ای وجود داره؟ ما میگیم بچه ها با افزایش میزان باران تو نواحی استوایی تنوع درختان و ارتفاع اونها چی میشه؟ بیشتر میشه. خب وقتی افزایش پیدا کنه میزان باران، این تنوع رو ما داریم. هرچه حالا ما به سمت ارضهای جغرافیایی بالا تر میریم، به موازات کاهش بارش، قد درختان کوتاه‌تر میشه، چون هر چقدر که ما میریم بالاتر یعنی داریم میرسیم به نزدیک قطب، هوا سردتر میشه و اگر یادتون باشه عواملی که روی اینها تاثیر میذاره دما و بارشه و همچنین تو حواشی بیابان‌ها به علفزارها و سپس به بوته‌های خاردار تبدیل میشن. این رو بهتون گفتم که شما عزیزان بهتر بدونید. باز دارم چک میکنم ببینم که اگه سوال مهمی اینجا داره. بله، یه سوال داده بوده که مثلا در رابطه با همون درختان، یعنی پوشش های زیست بوم ها هستش که گفته شده. سوالی که تو نهایی مازندران و آذربایجان شرقی سال 95 اومده بود، مهمترین نقش رو در تشکیل زیست بوم ها بگیم. مهمترین نقش تو تشکیل زیست بوم ها آب و هواست، چون که از دو عنصر دما و بارش تشکیل میشن. سال بعدی گفته بیشترین بیابان ها تو مجاورت کجا وجود داشت؟ گفتیم رأس السرطان و رأس الجدی. عوامل تاثیرگذار بر پوشش گیاهی چیا هستش؟ دما و بارش. سالی که باز نهایی آذربایجان بوده، عوامل تشکیل دهنده زیست بوم ها رو نام ببرید. خب ما میگیم آب و هوا، جنس و خاک، ارتفاع، شکل ناهمواری ها، همه اینها میتونه بشه. سوال داده نهایی سیستان و بلوچستان زیست بوم رو تعریف کنید. خب ما تعریفش کردیم زیست بوم ها چیا بودن. بچه‌ها شما از من بهتر دیگه بلدید. گفتیم یه منطقه وسیع جغرافیایی که توش توی این منطقه انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی میکنن. ما نخواهیم داشت که مثلا جانوری که توی جنگل‌های بارانی استوایی زندگی می‌کنه، چون با اون شرایط و با اون اقلیم روی کار اومده، این نمی‌تونه بره توی مثلا بیابان زندگی کنه یا بره توی تایگا. پس هر زیست بومی پوشش گیاهی و نوع جانوری خاص خودش رو داره. چند مورد از ویژگی‌های ساوان‌ها رو گفته نام ببرید. ما می‌گیم دارای علفزارهای بلندن، درخت‌های تک و منفرد دارن، فصل خشک و مرطوبن. اینا بهترین و بیشترین سوالایی بوده که تو این قسمت برای شما عزیزان گفته. میرم روی درس ششتون رو نگاه کنم. آهان، سوالی که همیشه جزو سوالای امتحانی حداقل یکی دو بار اومده و گفته راه های استفاده خردمندانه از جنگل ها باعث چی میشه. ما میگیم استفاده خردمندانه از جنگل ها، خب شما میبینید که تو جنگل های بارانی استوایی، مثلا توی کشور برزیل، شما دیدید که اومدن تو این جنگل ها جنگل زدایی می کردن، یعنی اومدن این جنگل ها رو تو ناحیه هایی می سوزوندن و وقتی که اینها رو آتیش می زدن ولشو می کردن، این مزاره رو می رفتن و همین باعث می شد که جنگل زدایی اتفاق بیفته و این دیوکسید کربن بیشتری وارد جو می شد و اثرات گلخانه ای و گرمای بیشتر رو روی زمین برای ما چیکار می کرد؟ ایجاد می کرد. اما چیزی که اینجا سوال داده بود این بود که خب ما داریم اشاره میکنیم به تخریب جنگل‌های بارانی و استوایی که برای شما گفتیم. سوالی که اینجا باز مطرحه این که مهمترین عواملی که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و نابودی گونه‌های جانوری میشه چیه؟ خب ما قبلا هم بهتون گفتیم ایجاد و گسترش شهرها و روستاها. من انسان برای رفع نیاز خودم دوست دارم برم چیکار کنم؟ دوست دارم برم پل بسازم، ساختمون بسازم، سد بزنم، بدون برنامه‌ریزی و بدون اینکه جنبه‌های مختلفش رو بیایم چیکار کنیم توجه داشته باشیم، میایم ازش چیکار میکنیم، استفاده های این مدلی میکنیم. فعالیت های صنعتی و تولید انبوه کالاها توی کارخونه ها، مصرف گرایی در تولید انبوه زباله، شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات میتونه از عوامل تخریب چی باشه؟ زیست بوم ها باشه، که تخریب یکی از مهمترین به عبارتی دلایلی میتونه باشه که زیست بوم های ما رو چیکار کنه، کاملا از بین ببره و بسیار دردسرهای زیادی رو میتونه برای ما چیکار کنه داشته باشه. من دارم نگاه میکنم ببینم اگر باز چیزی سوالی هستش که من خدمت شما عزیزان بگم، که همون استفاده خردمندانه هستش که میخوام این رو بگم. شما میدونید که ما توی
دنیا یک نهاد بین المللی داریم به نام اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت یا IUCN. IUCN کشورهایی هستن که جمله ایران هم توشون هستش، 80 تا کشور هستش که میاد این اتحادیه برای حفاظت و تشویق زیستبوم ها هست و حمایت از اونهاست که به کمک کشورها میاد برای حفظ تنوع زیستی هستش، کنفرانس هایی رو برگزار میکنه و اسم لیست اسامی مثلا گیاهان یا جانورانی رو که توی هر کشوری در سال دچار حادثه میشن، از بین میرن یا کلن رشدشون کاملا منقرض شده یا در حال انقراض هستن رو بهتون میگن. ما یه لیست قرمز داریم، خب هزاران کارشناس توی اونجا از کل دنیا میان هر ساله کارهای خودشون رو توی اونجا چیکار میکنن ارائه میدن و بسیار یه چیزی حدود 108 دولت به صورت رسمی، 766 تا مؤسسه غیر دولتی داره توی اونجا چیکار میکنه، فعالیت میکنه که ایران هم جزی از اونها هست. خب حالا هدف اینها چیه؟ هدفشون این هستش که توی این فهرست لیست های قرمزی که میدن فراگیرترین مرجع بررسی وضعیت بقایای گونه های زنده در جهان، حتی گونه هایی که دارن از بین میرن در حال تخریب هستن رو داره بهش اشاره میکنه. اما استفاده خردمندانه این هستش که ما میدونیم ما بایستی از این جنگل های استوایی نهایت استفاده و بهره رو داشته باشیم، اما باید چیکار کنیم؟ بین استفاده اقتصادی از این جنگل ها و فرصت بازسازی بین اونها تعادل داشته باشیم. یعنی اگر ما میایم یه درختی رو قطع میکنیم و از بین میبریم، یه قاعده و قانونی داشته باشه. وقتی من این درخت رو قطع میکنم، 100% یه برنامه‌ریزی براش داشته باشم که یک درخت دیگر رو چیکار کنم، جایگزین اون بکنم. توی زمینه کشاورزی و دامپروری روش‌های علمی و جدید رو به کار ببریم که کمترین آسیب رو به محیط زیست ما برسونه و همینطور به کشاورزان. با ایجاد پارک‌های وحش از گونه‌های جانوری و گیاهانی که در معرض خطر هستن مراقبت کنیم تا نسل اونها چی بشه؟ منقرض نشه. سوالاتی که اینجا داشتش رو من برای شما عزیزان اشاره کردم. میخوام بگم که یک سوال داده بودن که پیچیده ترین زیست بوم جهان چه نام داره؟ ما میگیم جنگل‌های بارانی استوایی. چه مقدار از تنوع زیستی جهان مربوط به این جنگل هاست؟ میگیم حدود 3/4. جنگل های استوایی رو چرا بهش میگن؟ آیا ریه های زمین؟ میگیم بله. اینا همش سوالای نمونه سوالات نهایی هست که من دارم برای شما عزیزان تکرار میکنم. گفته که کدام یک از مناطق زیر قابلیت جذب دی اکسید کربن و تبدیل اون به اکسیژن رو دارن؟ خب استوا رو داده، تایگا رو داده، ساوان رو داده و منطقه مدیترانه. پس ما میدونیم که ریه های تنفسی ما جزء جنگل های بارانی استوایی، پس منطقه استوا میتونه ملاک ما باشه. تو همین جمع شما دو راهکار صحیح و خردمندانه رو دارید، استفاده از منابع طبیعی رو میبینید که ما اینجا برای شما همین الان جواب دادیم که قاعده و قانون داشته باشه و قضایایی که براتون گفتیم، پارک های وحش و اینها. باز دارم نگاه میکنم ببینم. آها، نهایی کرمان سوال داده بود که آیا این درسته یا غلط؟ 50% اکسیژن جهان توسط جنگل های استوایی تامین میشه. بله، 50% اکسیژن و 50% رطوبت توی جنگل های استوایی هستش. برزیل و اندونزی بیشترین تخریب جنگل های استوایی رو دارن. سوال نهایی مازندران داده که غنی‌ترین تنوع گیاهی و جانوری مال کجاست؟ میگیم مال منطقه بارانی استوایی هستش. میبینید که اگر شما یه مقدار روی اینها فوکوس کنید، به راحتی میتونید چیکار کنید؟ جواب سوالاتتون رو بدونید. خیلی درس ساده است و خیلی راحت میتونید 5 نمره از فصل اختیاریتون رو کامل بیارید. سوالی که تو نهایی آذربایجان اومده این که 2 مورد از مهمترین عواملی که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و نابودی گونه های جانوری یا زیستگاه ها میشه رو بگید. تو نهایی به عبارتی کجا بود؟ آذربایجان آورده بود. خب ما 2 موردی که بخوایم ازش صحبت کنیم، میتونیم ایجاد گسترش شهرها و روستاها رو بگیم، مصرفگرایی رو بگیم، تولید انبوه رو بگیم، انبوه زباله رو براتون بگیم، همه اینا رو میتونیم جزءش اشاره کنیم. خب فکر میکنم که برای این قسمت تا اینجا کافیه، چون که بیشتر مطالبش رو من خدمت شما گفتم. 2 درس آخر رو هم از توی جغرافی برای شما نکات مهمش رو میگم که نکاتی که 100% جزء سوالای
امتحانیتون خواهد بود. شما میدونید که تا سال 2011 جمعیتی زیادی رو ما داشتیم، اما متاسفانه بسیاری از آدم‌ها فوت می‌کردن و می‌مردن. همین الان ما یک ویروسی داریم به نام ویروس کووید 19 یا کرونا رو شما دارید که این ویروس یه حالت دیگه پاندمی شده. اگر من و شماها رعایت نکنیم، متاسفانه یه حالتی میشه که ممکنه که شرایطی رو برای ما ایجاد کنه که از حالت اپیدمی در اومده به صورت پاندمی و جهانی شده. خب متاسفانه اگر ما اون پروتکل‌های بهداشتی، اگر اون فاصله گذاری‌ها رو رعایت نکنیم، شرایط طوری میشه که این ویروس حالت بومی میشه، مثل یک سرماخوردگی، مثل یک آنفولانزا، و مطمئن باشید که برای ما در آینده دچار مشکلات بسیار بسیار هستیم و همه ما دائم باید همدیگر رو با ماسک ببینیم و یک شرایط خیلی بدی است که واقعا ناراحت میشیم. اما علت اصلی رشد جمعیت تو سالهای اخیر چی بوده؟ ما میگیم علت اصلی رشد جمعیت تو سالهای اخیر باعث این بوده که کاهش میزان مرگ و میر و به ویژه توی میزان مرگ و میر توی کودکان رو میتونیم بهش اشاره کنیم. خب عوامل کاهش مرگ و میر توی این زمان باعثش چی بوده؟ دو تا عامل باعث شد که یکی از سالهای 100% امتحانتون میتونه باشه. عوامل کاهش مرگ و میر توی قرون جدید چی هستش؟ میگیم یکی بهبود وضعیت بهداشت هستش و دیگری بهبود تغذیه. خب شما دیدید که با تولید و پیشرفت‌های تکنولوژی و علم که باعث شدش که واکسن‌ها و تولید واکسن و آنتی‌بیوتیک‌هایی که ما داشتیم تونست بهداشتمون رو چیکار کنه؟ درمان بکنه. همین باعث شد که بسیاری از بیماری ها از بین برن، بیماری های واگیرداری مثل وبا، مثل طاعون. انشاءالله واکسن کرونا هم که داره کش شده، انشاءالله هم این هم انجام بشه، ما میتونیم به راحتی ازش استفاده کنیم. عامل بعدی بهبود تغذیه است. خب خیلی از ماها تو شرایط تغذیه‌مون اصلا رعایت نمی‌کنیم. خیلی از غذاهایی رو که بایستی بخوریم جز اون مواد غذایی یا هرم غذایی ما هستش، متاسفانه تو اون 6 گروه هرم غذایی رعایت نمی‌کنیم. و مطمئن باشید هر نعمتی که خداوند توی این جهان برای ما به وجود آورده 100% برای ما لازم و ضروری هستش. خدمتتون عرض کنم همونطور که گفتم، اگر ما تو اون مواد غذایی یا اون هرم غذایی که 6 گروه هستش یکیش رو ما مصرف نکنیم، ممکنه به بدن ما چیکار کنه؟ آسیب برسونه. خدمتتون عرض کنم سوالی که اینجا باز مطرح هستش که رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به دو تا عامل نیاز داره: میزان موالید یعنی تولدهای ما و میزان مرگ و میر در یک دوره زمانی وابسته است. تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ و میر رو ما میگیم رشد طبیعی جمعیت رو نشون میده. خب خدمتتون عرض کنم ما قبلا تو سال هفتم هم خوندیم که در یک مکان ما برای اینکه رشد طبیعی داشته باشیم به دو تا عامل نیاز داریم: میزان موالید یعنی متولد شده هامون و میزان مرگ و میرمون رو صحبت میکنیم. اگه افرادی که متولد میشن بیشتر از افرادی باشه که میمیرن، جمعیت ما چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. حالا اگه بالعکس جمعیت افرادی که متولد میشن کمتر از افرادی باشه که میمیرن، جمعیت چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. حالا هستن جاهایی که توی کشورها ما رشد جمعیت رو به طور یکسان نداریم. ما همین الان تو کشورمون توی ایران دچار رشد منفی هستیم. رشد منفی جمعیت یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه درصد رشد جمعیت به کمتر از 0 برسه به اون میگیم رشد منفی. در این حالت میزان موالیدمون کمتر از میزان مرگ و میرهامون میشه. حالا ما خیلی از کشورها رو داریم که رشد منفی دارن. مثل کدوم کشورها؟ مثل ژاپن، روسیه، انگلستان، هلند، لهستان، به عبارتی مجارستان، رومانی، هم آلمان. میتونیم همه اینها رو جزو اونها قرار بدیم و هستش. خب خیلی از کشورها برای اینکه بتونن رشد منفی فیشون رو کنترل بکنن، میان یک سری آیتم هایی رو برای جوامعشون در نظر میگیرن تا بتونن از امکانات و شرایط ویژه‌ای به اونها بدن تا اونها رو از اون بحران نجات بدن. چرا که اگر کشوری رشد منفی داشته باشه یک سری مشکلات داره. پس مشکلات کشورها و اینکه چه شامل چه کشورهایی هستن که رشد منفی دارن رو حتما یاد بگیرید. ویژگی‌های کشورهایی که داره رشد منفی دارن چیه؟ افزایش جمعیت از کار افتاده و سال خورده هستش، زاد و ولد توشون کم هستش، محروم بودن از نیروی جوان هستش، چون نیروی جوان یک قوه و پتانسیل ویژه‌ای داره، تفکر جدید داره. پس اینا همش باعث میشه که اون کشور دچار عقب ماندگی بشه. اگر نیروی جوانی رو نداشته باشیم، کاهش جمعیت آینده نگران کننده‌ای رو میتونه داشته باشه. رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان واقعا یک نعمت محسوب میشه و مایه پیشرفت هم هست.
خب دولت ها برای اینکه بتونن این رشد منفیشون رو جبران کنن، برنامه‌ریزی و تشویق میکنن به فرزند آوری، اعطای جوایز میدن، کمک های مالی میگذارن، واگذاری مسکن هستش، معافیت از مالیات هستش و افزایش مرخصی های تحصیلی و کاری رو جزش قرار میدن. خدمتتون عرض کنم که تا اینجا ما مطالب رو خدمت شما گفتیم، اما پراکندگی جمعیت، شما میدونید اگر به نقشه پراکندگی های جمعیت نگاه کنید، جمعیت تو همه قسمت ها به صورت مساوی و منظم پخش نشده. یه قسمت هایی شما میبینید توی همین زندگی روزمره خودتون، اگه شما سفر هم بخواید برید، اساسا جایی میرید که منطقه خوش آب و هوا باشه، امکانات داشته باشه، یک سری چیزا هستش که شما رو به سمت خودش جذب میکنه و یک سری چیزا شما رو دفع میکنه. خب اینجاست که توی پراکندگی های جمعیت هم دقیقا ما همین عوامل رو داریم، یعنی یک سری عوامل طبیعی داریم و یک سری عوامل انسانی هستش که میتونه برای من انسان جذاب باشه، یه چیزی به قول خودمون جذبمون کنه، علاقه به ما نشون بده، یه چشمک بزنه بگه بیا داخل، ولی یه چیزایی هست که میگه نه، یا اگه بیا دوچار چی میشی؟ درد سر میشی. خب ما میگیم عوامل طبیعی مثل چی؟ اسمش روشه، عوامل طبیعی مثل آب، مثل پوشش گیاهی، مثل خاک، مثل منابع و ذخایر میتونه من رو جذبم کنه. اما عوامل انسانی چیه؟ یعنی اون تشکیلات و اون سیستم های، مثلا ما چرا دوست داریم بریم توی تهران زندگی کنیم؟ چون یه سری شرایط آرمان ها داره، چون مثلا از نظر امکانات تحصیلی بسیار امکانات خوبی داره، یعنی دانشگاه‌هایی رو داره که دانشگاه‌های زیادی داره، امکانات حمل و نقلش زیاد هستش، راه‌هاش مناسب هستش، وسایل امکانات بهداشتیش، درمانگاهیش، ورزشگاهش، نمیدونم از نظر اقتصادی شاید خب خیلی شهر چون به عنوان پایتخت و مرکز حکومت هستش خب برای ما ایدئاله، اما همونقدر که برای شما اینها اهمیت داره، ولی شاید برای خیلی‌ها دوست نداشته باشن اصلا توی تهران برن، میگن آلودگی بیشتری داره، قیمتاشون خیلی سرسام‌آوره. پس شما میبینید که یه چیزایی برای بعضیا خیلی مهمه ولی برای بعضیا اصلا مهم نیست. پس این جزء عوامل طبیعی و عوامل انسانی هستش که بسیار برای ماها ممکنه ملاک باشه، حالا از نظر سیاسی اداری، ممکن از لحاظ اقتصادی، از نظر اون امکانات و تسهیلات و از نظر فرهنگی. بعضی از آدما دوست دارن تو مکانهای زیارتی و مقدس برن زندگی کنن، پس بسیار براشون چی هستش؟ حائز اهمیته. خدمتتون عرض کنم که ما یک سری جابجایی ها داریم توی کشور خودمون که به عنوان مهاجرت ازش صحبت میکنیم. البته مهاجرت یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگه به منظور حالا کار یا زندگی هستش و بهش صحبت میکنیم و اشاره میکنیم. گاهی مهاجرت هامون در داخل مرزهای کشور صورت میگیره که ما بهش میگیم مهاجرت داخلی. گاهی این مهاجرت هامون خارج از مرز هاست، یعنی بیرون از مرز هاست، ما بهش میگیم مهاجرت چی؟ خارجی یا بین المللی. اما بعضی مهاجرت ها داریم که به صورت اختیاری و اجباریه. فکر میکنم که تو یکی از این سوالا هم اومده بود، البته من اینجا الان نمیبینم چون عجله دارم ازش میگذرم، ولی من همینجوری عنوان میکنم که مهاجرت اختیاری یا مهاجرت اجباری رو تعریف کنید. خب بچه ها مهاجرت اختیاری اسمش روشه، من با میل و اراده خودم تصمیم میگیرم که از اینجا برای حالا تحصیل، برای زندگی بهتره، برای کار، تصمیم میگیرم که خودم با میل و اراده خودم برم. اما تو مهاجرت اجباری این دیگه اجازه دست خود من نیست، یعنی اجبار من نیستش، بلکه این جبر روزگاره. ممکنه که مثلا یکی از عظیمترین مهاجرت هایی که توی بشر اتفاق افتادش توی قرن 19 هم، بیشترین مهاجرت اختیاری پیش بینی شد، 100 میلیون نفر از مردم قاره اروپا به سرزمین های دیگه رفتن. اما شما میبینید که ما یکی از مهاجرت های اجباری که داشتیم به خاطر این بودش که مثلا همین مردم افغانستان یا عراق به دلیل جنگ، اینا خودشون دوست نداشتن جنگ باشه، ولی این مهاجرت با میل و اراده اونها اتفاق نیفتاد و همین باعث شد که خیلی از افراد خانه و کاشانه خودشون رو رها کنن و برن به شهرهای دیگه قرار بگیرن. پس این مهاجرت ها رو با عمق بهتری بخونید. یکی از تغییرات مهمی که در الگوی سکونت های جمعیت وجود داره گسترش شهرنشینیه که بسیار مهم هستش. علت اصلی رشد شهرنشینی و پیدایش شهرهای پرجمعیت برای چی بوده؟ به خاطر ترافیک زیاد، این ترافیک رشد و ترافیک سنگینی بوده، آلودگی هوا، زاغ نشینی بوده که از مشکلات شهرنشینی هستش و بسیار برای اونها حائز
اهمیت بوده. اما در رابطه با نابرابری های جهان میخوایم بگیم، وقتی من میگم نا یعنی نبود، یعنی کمبود، یعنی نداشتن اون چیزی که برای من و شماها شاید باعث میشه که توی کل جهان و خیلی از جاها این ناعدالتی ها رو ما ببینیم. ما توی کل کشورهایی که داریم زندگی میکنیم یا روی کل خشکی های زمین یه چیزی حدود بین 193 تا 196 تا به صورت رسمی ما کشور داریم که اینها با همدیگه قرار دارن. اما نابرابری های جهانی یا بین المللی یکی از موضوعات مهم جهان در چند قرن اخیر هستش که موارد نابرابری های جهان یه چیزایی هستش که توی کشورهایی خیلی هست، همه دارن ازش استفاده میکنن، ولی همون چیزا که جزو چیزایی هستش که باید تو همه کشورها وجود داشته باشه، اما به خاطر اون دیسیپلینی که اون کشور داره، اون دولت داره، اون نگاه و اون دیدگاهی که دولت ها داره، متاسفانه ما افراد اون جامعه از اون امکانات دور هستیم. مثل ثروت و درآمد، مثل کیفیت زندگی مردم، دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، بهداشت، اشتغال، گذراندن اوقات فراغت که عامل اقتصادی میتونه یکی از عوامل مهم چی باشه؟ نابرابری های جهانی باشه. خدمتتون عرض کنم که ما شاخص توسعه انسانی داریم که سه عامل به عبارتی اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی میتونه برای وضعیت و کیفیت زندگی کشورها با هم مقایسه بشه. ما این سه تا عامل رو میایم ملاک‌های توسعه انسانی خودمون قرار میدیم که یکی از اونها درآمد و رفاه. پس حتما بچه‌ها ملاک‌های توسعه انسانی رو بخونید و اینکه در موردش مثلا ممکنه یکیشو بده بگه توضیح بدید، با مثال بگید. پس اینا خیلی راحت، من هم الان براتون یه مختصر میگم که شما عزیزان بدونید. ملاک‌های توسعه انسانی ما به سه بخش اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی تقسیم میشه. اما میان چیکار میکنن؟ میگن اولین ملاک توسعه انسانی ما درآمد و رفاه. درآمد و رفاه یعنی چی؟ یعنی اون قدرت خرید من و شماها که از نظر اقتصادی شما میبینید من و شماها از نظر اقتصادی توی سطح قرار نداریم. الان حقوقی که پدر شما میگیره با حقوقی که من میگیرم خب خیلی متفاوته. همین باعث میشه که افراد میتونن از اون قدرت اختیاری چه میزان از درآمد کافی و شغل مناسب برخوردار هستن و چه کالاها و خدمات مورد نیاز خودشون رو، اون خدمات اولیه مثل مسکن، مثل پوشاک، غذا، تفریح و آموزششون رو میتونن استفاده کنن. خب هر چقدر شما قدرت خریدت بالاتر باشه، امکانات رفاهیت بهتر میشه، شما میتونید به راحتی از خدمات ویژه استفاده کنی. ولی هر چقدر که شما قدرت خریدت پایین بیاد، خب استرس بیشتری داری، فکر و خیالت بیشتر میشه، چون توان مالیت پایین هستش و توی خانواده هم مشکلات بیشتری رو خواهی داشت. امید به زندگی یا متوسط طول عمر که از لحاظ بهداشتی این رو ما ملاک قرار میدیم از ملاک‌های توسعه انسانی. خب امید به زندگی یعنی چی؟ یعنی میانگین تعداد سال‌هایی که انسان میتونه انتظار داشته باشیم برای یک فرد که بیا چیکار کنه، اون فرد متولد شده تو این میانگین تعداد سال‌هایی که میتونه و انتظار زندگی رو داره یک فرد ازش ما صحبت کنیم. خب امید به زندگی یا متوسط طول عمر تعداد سال‌هایی هستش که ما توی اون داریم زندگی می‌کنیم و ازش چیکار می‌کنیم، صحبت میکنیم و میگیم. خدمتتون عرض کنم ملاک بعدی ما سواد و آموزش، یا به عبارتی اون از لحاظ فرهنگی داریم صحبت میکنیم. پی بردن به وضع آموزشی در کشورها، معیارهای مثل میزان باسوادیشون، تعداد بزرگسالانی که باسواد هستن، درصد ثبت نام کودکان، میانگین سالهای تحصیل رو میتونیم در نظر بگیریم. خب اکثر کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی از لحاظ رفاه و سطح زندگی بسیار بالایی قرار دارن. کشورهایی مثل آسیا، توی آسیا هستن، توی آفریقا، توی آمریکای لاتین و بخشایی از مردمش در فقر و کمبود زندگی میکنن. مردم موزامبیک، تانزانیا و اتیوپی هم از نظر فقر بسیار سطحشون پایینه. خب ما اینا رو کاملا بهش اشراف داریم و میدونیم. چیزی که دیگه اینجا برای ما خیلی مهمه این که ما یک سری
علل و عوامل داریم که باعث چی میشه؟ این علل و عوامل باعث نابرابری های جهانی میشه. ممکنه سوال بدن علل و نابرابری های جهانی رو بگید که به چه دسته، چند دسته تقسیم میشن؟ ما میگیم به دو گروه، عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم میشه. عوامل خارجی یعنی چی؟ اسمش روشه، عوامل خارجیه، یعنی مربوط به داخلی کشور نمیشه، بلکه مربوط به اون عواملی هستش که از خارج از کشور وارد میشه. یعنی عواملی که کشورهای قدرتمند و سلطه‌گر از طریق استعمار اون کشورها میان. خب شما دیدید که بعد از قرن 18 بعد از اینکه ماشین جایگزین نیروی انسانی شد، باعث شد که تولیدات افزایش پیدا کنه. خب خیلی از کشورهای اروپایی به دنبال این بودن که چرخ کارخونه هاشون رو به حرکت در بیارن. همین عامل باعث شدش که چیکار کنن؟ باعث شد که نیروی کار و نیروی انسانی بخوان، چون اینا منابع داشتن اما منابعشون محدود بود. به همین خاطر اومدن رفتن شروع کردن به کشورهای جهان سوم رو تحت سیطره و نفوذ خودشون درآوردن. پس این عامل، عامل چیه؟ نظامی هستش. یعنی عامل یعنی خارجیه و میان اشغال نظامی میکنن اون کشور رو، دخالت میکنن، کم کم خاک رو میگیرن، بعد میان وارد اون کشور میشن، امکانات اون کشور رو در دست خودشون میگیرن، از نظر سیاسی وارد اون کشور میشن، دخالت میکنن توی امور کشور. به مرور زمان وقتی اونجا قرار میگیرن، کم کم دیگه توی امور داخلیشون، توی امور حتی فرهنگی، مذهبی، حتی زبان اونها رو هم تحت سیطره و نفوذ خودشون میارن. اما عامل داخلی چیه؟ مثلا اگر قراری که یک نفر از داخل کشور، حالا شده شاه، شده یه کاری از مملکته، اما به خاطر اینکه دست نشانده فرد دیگری هست یا کشور دیگری هستش، میاد منافع خودش رو به منافع جمع ترجیح میده. یعنی اصلا به فکر این نیستش که برای مملکتش کار کنه، برای اینکه ثبات خودش رو تو اون کشور حفظ کنه، بله قربانگوی دیگران هستش. و این باعث میشه که یک سری مشکلات رو توی جامعه ایجاد میکنه، ملتش رو زیر نفوذ دیگران قرار میده و اصلا توجهی به مردمان خودش نداره. همین باعث میشه که یک سری جنگ ها، کشمکش های داخلی، فرهنگ و باورهای غلط، بیسوادی، ناآگاهی مردم غفلت میشه و از استعدادها و فرهنگ مردم به همچنین غفلت میشه. اون ایمان و پشتکاری که باید باشه توی جامعه نیستش و یک سری عوامل دیگه توی مملکت ایجاد میشه که جزء عوامل داخلیه. من میخوام نگاه کنم ببینم اگر با سوالی هست که بسیار برای شما مهم هستش رو تکرار کنم، و اگر دیگه انشالله که مشکلی دیگه نداشته باشین تو این زمینه. سوالای پرتکراری داده که من دائم برای شما گفتم، چون زیادم تکرار کنم خسته کننده میشه برای شما. فقط این مواردی رو که بهش الان اشاره کردم، مثل علت اصلی رشد فوق‌العاده جمعیت در دو قرن اخیر رو برای شما اشاره کرده. این رو حتما ملاک قرار بدید که چرا در دو قرن اخیر جمعیت زیاد شده، که یکیش کاهش مرگ و میر بوده. مهاجرت ها رو صحبت کرده، مشکلات عمده شهرنشینی رو برای شما عزیزان آورده، یا گفته که کدومی که از کشورها در نیمه دوم قرن 20 رشد اقتصادی خوبی داشتن. ما مالزی رو میبینیم که رشد اقتصادی خوبی داشته. بعد براتون بگم که اکثر کشورهای آمریکای شمالی جا خالی داده، اکثر کشورهایی که دو تا جا خالی داده از رفاه و سطح زندگی خوبی برخوردارن. خب میشه کشورهای اروپایی و آمریکای، کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی. عاملی که از عوامل مهم نابرابری هاست میتونیم اقتصاد رو بگیم، اما عوامل دیگه هم هست، مثل هویت، مثل عزت نفس، مثل خیلی امکانات دیگری میتونیم لحاظ بگیم. این دیگه برمیگرده به اون دیدگاه و بینش هر کشوری. علل و عوامل نابرابری رو گفته نام ببرید و هر کدوم رو توضیح بدید که من خدمت شما عزیزان گفتم. یا مثلا هر کدومون از عواملی که ملاک‌های توسعه انسانی، این نهایی مازندران بوده، ملاک‌های توسعه انسانی رو گفته بنویسید. خب ملاک‌ها شما گفتیم 3 تاست: عامل قدرت و خرید، میزان امید به زندگی و طول عمر، و سواد یا قدر اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی رو میتونیم بگیم. فقط ننویسید اقتصادی، فرهنگی، یا حتما اون عوامل رو میگید، بعد اگر خاص براشون توضیح میدید. علل نابرابری‌های جهان رو گفته نام ببرید، امید به زندگی رو گفته توضیح بدید و تعریف کنید. من بیشتر اینها رو برای شما عزیزان گفتم.
خب فکر میکنم که برای امروز کافی باشه. ما بخش جغرافی رو کاملا برای شما عزیزان تدریس کردیم. یه خواهشی که ازتون دارم، چون ما ضیق وقت داریم، شما میدونید که من برنامه های درس مدنی شما رو توی آپارات برای شما تدریس کردم و تمام اونها رو با نمونه سوال های خودش برای شما عزیزان گفتم. خب برای اینکه مدیریت کنید زمانتون رو و بتونید استفاده بهینه ببرید، ما بخش مدنی رو واگذار میکنیم به خود شما عزیزان که تشریف ببرید توی قسمت آپارات. دستتون به لایک هم بره لطفاً، حتما این کار رو انجام بدید و اون رو گوش کنید، چون من تمام نکات مهمش رو براتون گفتم. انشاءالله جلسه بعدی فوکوس میکنیم روی تاریخ که به حمد الهی اون رو هم تمومش کنیم که شما عزیزان یه دوره کامل داشته باشید. به امید روز دیگه و ساعت دیگه از شما مرخص میشم. خدا نگهدار و به امید دیدار.